فعالان مدنی، متنفذین قوم و شهروندان فراه از تبلیغات منفی ستون پنجم بر ضد منافع ملی و به نفع مخالفان مسلح در ولایت فراه سخت نگرانند. آنها وضعیت کنونی ولایت فراه را نگران کننده عنوان می کنند. در همین حال والی و مقام های امنیتی فراه هرچند تبلیغات تخریبی ستون پنجم را در ولایت فراه می پذیرند، اما تأکید می کنند که پلان های مخالفان مسلح دولت در فراه به ناکامی انجامیده است. همکارم خوشحال زلاند از ولایت فراه گزارش می دهد. این بار فعالان مدنی، متنفذین قوم و شهروندان ولایت فراه از وجود ستون پنجم و تبلیغات منفی آنها به نفع مخالفان مسلح دولت و بر ضد منافع ملی در فراه سخت ابراز نگرانی می کنند. فعالان مدنی این ولایت می گویند در نتیجه تبلیغات منفی که از سوی افراد ستون پنجم از آدرس های مشخص به نفع مخالفان مسلح دولت و همچنان بر ضد منافع ملی کشور می شود، مردم اعتماد و باورشان را در برابر نیروهای امنیتی و دولت از دست دادند. آنها تاکید می ورزند اگر تبلیغات این افراد گرفته نشود، دولت با چالش های زیادی روبرو خواهد شد. ولس هغه ډاډ د دولت نه لري، هغه اعتماد نه لري، ځکه داسې هغه کارونه چې وسلوال مخالفین کوي هغه ولس پوهیږي چې کچیرې موږ د دوی په مقابل کې درېږو بله ورځ دولت موږ دفاع نسي کولی، موږ غچ نسي اخیستلی، موږ انتقام نسي اخیستلی. باید جلو از این مردم گرفته شه و امنیت دولتی باید حتما دستاوردهای در این مورد داشته باشه. تا ما ببینیم کاغذ پخش میشه، بعضی وقتا کاغذها پخش میشه از رسای مختلف. در صحنه‌های جنگ ما کشته شدن سربازان رو میبینیم، زخمی میشن، مجروح و محلول میشن، حسیر میشن. در این قسمت چی اقدامات و چی میتونه برنامه هایی داشته باشه تا ما حمایت کاملی از نیروهای امنیتی خود داشته باشیم؟ در همین حال والی و مقام های امنیتی فراه وجود جنگ تبلیغاتی ستون پنجم را در ولایت فراه از آدرس های مختلف میپذیرد، اما تاکید میورزد که علیه آنها اقداماتی صورت خواهد گرفت. محمد آصف ننگ والی فراه میگوید چالش های امنیتی روز به روز افزایش یافته، اما تاکید میکند که مخالفین مسلح دولت قصد توانایی با نیروهای دولتی را ندارند. اصلا تهدیدی جنگم کوي، مکتب بند که و سړی کار ته مزه فلانه یا ته واخودی کدا کردی وکو سړک د بیارغونه د دغه سي مسائلم هم په دې ټولو کټګوري کې دشمن ما درته ویل په ټولو کې مات د ترور پروګرامونه مطلقاً بند شوي دي، د اختطاف او دغه ته ورته مسایل. ستون پنج میگن، امی ستون پنج اینمی گروپی که شایع پراگنی میکنه، تبلیغات میکنه، اینا چی را برام اندازن، سابوتاژ میکنن، نظام تخریب میکنن، این وجود داره. در چند روز گذشته بارها در شهر فراه شایعاتی مبنی بر سقوط احتمالی شهر فراه پخش شد که این باعث نگرانی شهروندان این ولایت شده است. مسئولان امنیتی تاکید می کنند که شورشیان توانایی حمله بالای شهر و ولسوالی های این ولایت را ندارند.